ماشین تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و عرب‌ها در این 3-4 سال اخیر موفق بوده. یعنی واقعا الجزیره، العربیه، بی بی سی و رسانه‌های مکتوب مثل الشرق الاوسط، الحیات یا النهار لبنان، گروه‌های مختلف و ماهواره‌های محلی که در این راستا در خط سازش و ضد مقاومت هستن، در این 3.5-4 سال اخیر میتونیم بگیم موفق شدن، پیروز شدن واقعا، که توانستن ملت‌های عرب رو یا اولویت‌های ملت عرب رو تغییر بدن. الان شما ببینید تحرکاتی که در مناطق هست به نفع داعش خیلی بیشتر از محکومیت رژیم صهیونیستی. یعنی اولویت شد درگیر شدن ملت‌های عرب و منطقه عربی با یک دشمن وهمی و خیالی و ذهنی به نام حالا خط اهل بیت، خط مقاومت، خط جمهوری اسلامی ایران، و رها شدن و دور شدن از خط رژیم صهیونیستی و به عنوان یک رژیم که میتونه دوست عرب ها باشه. من در یک برنامه الجزیره هم شرکت کردم حدود 3-4 ماه پیش. برنامهش این بود که میخواست ثابت کنه که دشمن جهان عرب ایرانه نه اسرائیل. اصلا برنامهش اینه و متاسفانه هم نظرسنجی کردن که 92% همین نظر رو تایید میکردن. یعنی یه جوری میخواستن القا کنن برای اذهان عرب ها که دشمنتون دیگه اسرائیل نیست، ایرانه. و این متاسفانه به خاطر جفسازی ها، به خاطر دروغ پردازی ها، به خاطر متاسفانه دخالت وعاظ سلاطین، علمای درباری و ارائه فتواهای غیر منطقی و غیر دینی و غیر انسانی، اینو متاسفانه جا انداختن تو جهان عرب. لذا من فکر میکنم یک شرایط سختی ما داریم، هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی. من فکر میکنم اگر رژیم صهیونیستی در مسائل نظامی و امنیتی در مقابل مقاومت شکست مفتضحانه کرد و متحمل شکست سنگینی شد، اما در خصوص جنگ روانی در منطقه، فقط در جهان عرب، فکر میکنم موفق شده و پیروز شده به خاطر همراهی کشورهای عربی، به خاطر پولهایی که خرج شده مرتب، عربستان سعودی، قطر و بعضی از کشورهای منطقه هزینه های میلیاردی کردن، وجدان ها رو خریداری کردن، علما رو خریداری کردن، مؤسسات، نخبگان، روزنامه ها، ماهواره ها خیلی هزینه کردن تا این جوی که الان ما میبینیم فراهم بکنن. که تو دیروز هم مفتی عربستان سعودی فتوا صادر میکنه که لعنت بر اسرائیل حرامه و همچنین تظاهرات به نفع مقاومت شرک و بدعت است. لذا ما میبینیم یه همچین جوی هست به خاطر اینکه اینها نشون میده که واقعا اون چیزی که در منطقه ایجاد کردن به نام تکفیری ها در این راستاست. و من فکر میکنم همین تکفیری هایی که شما ببینید حضور فعالشون در مناطقی هستش که کشورهای پشتیبان مقاومت تشکیل میدن، سوریه، لبنان، عراق، و تکفیری ها فقط در اینجا متمرکز شدن و تلاش میکنن این جبهه مقاومت را تضعیف بکنن یا از همدیگه جدا بکنن.